با یه جستجوی ساده کلی کانال زبان آلمانی میتونی پیدا کنی، اما کانال آلمانی با میشل همه ی مباحث زبان آلمانی رو پوشش داده. تازه آموزش آلمانی با لهجه خود این کشور رو یاد میگیری، چون مدرسش تحصیل کرده بهترین دانشگاه اتریشه. موزیکای فارسی رو با زیرنویس همزمان فارسی و آلمانی میتونی تو کانال آلمانی با میشل ببینی. داستانهای آلمانی با گویندگی خود مدرس و ترجمه اون که میتونی قسمت شنیداری زبانت رو عالی کنی. با عضویت در یوتیوب و کانال تلگرام آلمانی با میشل پیشرفتت رو تو زبان آلمانی احساس کن. سلام دوستان، خسته نباشید. جلسه ششم از پروژه بزرگ زبان آلمانی رو با هم شروع میکنیم. این جلسه، موضوع این جلسه ما، نحوه صرف افعال در زبان آلمانی است. خب، قبل از اینکه نحوه صرف افعال در زبان آلمانی رو توضیح بدیم، باید بگیم که دو فعل بسیار مهم در زبان آلمانی وجود دارن که پرکاربردترین فعل ها در زبان آلمانی هم هستند. فعل زاین و فعل هابن. زاین به معنی بودن یا شدن و فعل هابن به معنی داشتن. این دوتا فعل فقط در زمان حال ساده ازش استفاده نمی کنیم. عضو ثابت در زمان گذشته کامل هم هستند، یعنی پرفکت ها، که ما اینا رو در آینده به شما توضیح میدیم. با فعل خیلی کار داریم. امروز فقط میخواییم نحوه صرف افعال در زبان آلمانی رو بگیم و جایگاه فعل در حالت ساده. تکرار میکنم، در حالت ساده، چون که فعل در حالتهای مختلفی گاهی وقتا جاش عوض میشه، اما در حالت ساده به طور کلی جایگاه فعل رو هم بهتون میگیم. خب، با این دوتا فعل بسیار مهم در زبان آلمانی آشنا شدیم، فعل زاین و فعل هابن. اما میریم نحوه صرف افعال رو در زبان آلمانی میگیم، چون که فعل زاین و فعل هابن تا همون سطح بتوای با ما هستش، یعنی انقدر اینا رو تکرار میکنیم که چشم و گوش شما خسته میشه. این دوتا فعل رو هم صرف میکنیم در بعد از اینکه نحوه صرف افعال رو گفتیم و جایگاه فعل رو گفتیم، این دوتا فعل رو بهتون میگم که صرفش چطوری هست. اما نحوه صرف افعال در زبان آلمانی، قبل از اینکه ما نحوه صرف افعال رو یاد بگیریم، باید بدونیم که فعل در زبان آلمانی به دو صورت هست: افعال با قاعده، افعال بی قاعده. افعال با قاعده رو در زبان آلمانی بهش میگن regelmäßige Verben یا schwache Verben، و افعال بی قاعده رو میگن unregelmäßige Verben یا starke Verben. چرا افعال با قاعده اسم گذاری شدن و چرا بی قاعده؟ در افعال با قاعده ما قاعده خاصی برای صرف افعال داریم، اما در افعال بی قاعده هیچ قاعده ای نداریم. به همین دلیل بهش میگن اشترک وربن، یعنی فعل های قوی، فعل هایی که چون که از هیچ قاعده و قانون خاصی پیروی نمی کنن، فعل های سختی هستند. خب، اما افعال با قاعده توضیح رو داریم. گفتیم افعالی که از هیچ افعالی که با قاعده خاصی صرف میشن رو بهش میگن افعال با قاعده. فرم کلی یا بن فعل رو حفظ میکنند. بن فعل چی هست بچه ها؟ بن فعل یا ریشه فعل در زبان آلمانی به حالتی از فعل میگن که وقتی انش رو حذف میکنیم، اون بن فعل یا ریشه فعل بیرون میاد. مثلا برای فعل ماخن، ما بن فعل ما میشه ماخ، اینش رو حذف میکنیم. در افعال با قاعده نحوه صرف افعال با بن فعل هستش، با بن فعل، ریشه فعل، یعنی افعالی که ان ندارن. خب بذارم اینو براتون بنویسم. پس خب بن فعل
ب افعالی که به افعالی که ان آنها حذف شده است بن فعل میگوییم و در زبان فارسی و در ادبیات فارسی هم بن فعل ما داریم یا همون ریشه فعل. در زبان آلمانی ان رو که حذف کنیم به بن فعل میرسیم و مبنای صرف افعال باقاعده همین بن فعل هست. پس یه نکته هم اینجا می‌نویسیم، مبنای صرف افعال با قاعده چی هست؟ بن فعل می باشد. اینها رو یادداشت کنید توی دفترهاتون لطفا. مبنای صرف افعال با قاعده بن فعل می باشد. خب حالا افعال با قاعدمون چیا هستن؟ خیلی زیادن و شما با تکرار افعال متوجه میشین که افعال با قاعده چیا هستن، افعال بی قاعده چه چیزهایی هستن. نمیخوام به صورت لیستوار به شما بگم که مثلا افعال با قاعده اینا هستن، افعال بی قاعده اینا هستن. میخوایم که در مثال ها اینها رو یاد بگیریم. مثال ها رو کی یاد میگیریم؟ مثال ها رو زمانی یاد میگیریم که از این حالت ابتدایی یه خورده بیایم بیرون، یه پرشی داشته باشیم و برسیم به یه سطح متوسطی که ما در جملات نکات گرامری رو بهتون بگیم. پس فعلا عجله نکنیم. خب یکی از افعال با قاعده ما ماخن هست، یکی از پرکاربردترین افعال در زبان آلمانی به معنای انجام دادن. خب اینا رو چطور ما صرف میکنیم؟ مبنای صرف افعال در دستور زبان هر زبانی ضمیر شخصی اون هست. ضمیر شخصی چیه؟ من به شما میگم که برید ویدئوی قبلی رو نگاه کنید و ضمیر شخصی رو من کامل اونجا به شما گفتم. پس ما بر مبنای ضمایر شخصی در دستورهای زبان افعال رو صرف میکنیم، منکسر میکنیم، فلکسیون فرم هاشو مشخص میکنیم. فلکسیون فرم ها چیه؟ برید در جلسات قبل در مورد فلکسیون فرم ها و فرم های انکسار توضیح دادم. خب برای ایش در افعال با قاعده، برای فعل ماخن ما میگیم ایش ماخه. خب توضیحش رو هم اینجا من براتون نوشتم. در این حالت مصدری فعل رو می‌نویسیم، یعنی ماخن، و انش رو حذف می‌کنیم که به بن فعل برسیم و بهش ا اضافه می‌کنیم، میشه ایش ماخه. برای دو ماخس چه کار می‌کنیم؟ قبل اینکه توضیحات رو من اون پایین ببینید بن فعل رو پیدا می‌کنیم، یعنی ماخن انش رو حذف می‌کنیم، ان حذف، این میشه بن فعل و بهش است اضافه میکنیم. است رو که بهش اضافه کردیم میرسیم به چی؟ ماخست. خب پس این رو هم برای دو به کار میبریم. پس ماخن بن فعل، ماخ است اضافه، ماخست که اینجا توضیحش رو هم نوشتم. اما برای اغ اس و زی یعنی او، میشه ماخت. ماخت رو چیکار میکنیم؟ بن فعل رو به دست میاریم، با حذف ان ت بهش اضافه میکنیم و میشه ماخت. و برای وی ماخن کار ما راحت هست. حالت مصدری فعل رو بدون تغییر میاریم، وی ماخن. برای ایا ببینید، ایا در گراماتیک زبان آلمانی کمتر مورد استفاده قرار میگیره و ما معمولا در گراماتیک های زبان آلمانی
مخاطب ما یا دو هست یا زی محترمانه. خیلی به ندرت ایا رو مورد استفاده قرار میدیم و نیاز هستش که ایا رو صرف فعل های ضمیر شخصی ایا رو شما به خوبی یاد بگیرید، چون که دچار تغییرات زیادی میشه مخصوصا در افعال بیقاعده. ایا مخت، خب اینجا هم مثل اغ اس و زی یه سری مقایسه ها رو حتما انجام بدید. ببینیم برای اغ اس و زی شد مخت، برای ایا هم مخت. در اینجا هم بن فعل رو به دست میاریم با حذف ان و ت بهش اضافه میکنیم، میشه مخت. برای زی آنها یعنی سوم شخص جمع و زی محترمانه هم مثل ویا همیشه حالت مصدری فعل رو بدون تغییر میاریم. خب این شد نحوه صرف افعال با قاعده. اما نحوه صرف افعال بی قاعده چطوره؟ هیچ روشی وجود نداره و شما باید با تکرار اونا رو حفظ کنید، مثل فعل زاین. خب دوستانی که با فعل زاین آشنا هستن میدونن که صرف فعل زاین چطور هست. ایش بین، دو بیست، اغ اس زی ایست، ویا زیند، ایا زاید، زی زیند. اگه شما به این شش تا حالت دقت کنید میبینید که هیچ کدوم حالتی از زاین رو ندارند. به اینها میگیم افعال بی قاعده، افعالی که در هم میشکنند، افعالی که فرمشون به طور کلی با ضمایر شخصی عوض میشه بهشون میگیم افعال بی قاعده. خب اینم صرف افعال رو تا اینجا ما بهتون گفتیم. اما برای حالت و جایگاه فعل در زبان آلمانی در حالت ساده ما چی کار میکنیم؟ خب خب جایگاه فعل در جمله، جایگاه فعل در جمله در حالت ساده، جایگاه فعل در جمله در حالت ساده به چه صورته؟ با مثال توضیح میدیم. ایش ایش آربایته، ایش آربایته این دیا فیرما. اوکی؟ ایش آربایته این دیا فیرما. این یک جمله ساده هستش و دچار هیچ تغییری نشده، زمانش زمان حال ساده هست و نبنزتسه ها و وفخاگاه هیچی استفاده نکردیم و معنیش هم میشه من در شرکت کار میکنم. در جملات ساده فعل ما همیشه در جایگاه دوم قرار میگیره، یعنی پوزیسیون زوی. در تمامی حالات هیچ کاری هم به ضمایر شخصی نداره، هیچ کاری هم به بعد از عباراتی که و کلماتی که بعد از فعل میاد هیچ کاری به اونا نداره و فقط جایگاهش در جایگاه دوم هست. جایگاهش رو همیشه حفظ میکنه فعل در حالت ساده و شما موقعی که میخواید صحبت کنید همین که ذهنتون رو متمرکز کنید به فعل وقتی که در جایگاه دوم هست، بقیه اجزای جمله به طور اتوماتیک توی ذهنتون میاد. پس به این نکته دقت کنید که در حالت ساده فعل جایگاهش دوم هست. حالا من یه مثال دیگه میزنم. خب Derzeit arbeite ich in der Firma. ببینید اینجا ایش عوض شد. بذارید ایش رو هم رنگی کنم. خب
ایش جایگاهش عوض شد، درسته؟ اما آغبایته جایگاهش رو همونطور در حالت دوم حفظ کرد. ببینید، یک دو، یک دو. ولی ایش به خاطر اینکه دیا تایت قید زمان اومده، جاش رو میده به دیا تایت و خودش میره توی حالت سوم، توی موقعیت سوم، توی پوزیسیون درای. اما فعل همش در اینجا در پوزیسیون سوای هستش. پس اینجا بذارید اینو بنویسم، آربایت پوزیسیون، پوزیسیون سوای. اینجا هم آربایت کجاست؟ توی حالت دوم هست، توی پوزیسیون سوای. خب این شد درس این جلسه‌مون که ما نحوه صرف افعال رو با شما کار کردیم، جایگاه فعل در حالت ساده رو، جایگاه جمله فعل در جمله در حالت ساده رو گفتیم و اینجا فعل ها رو استوب میکنیم، با صفات از جلسه بعد شروع میکنیم، نقش های کلمات دیگه در جمله رو بهتون میگیم، بعد برمیگردیم به صورت تخصصی تر فعل ها رو برای شما آموزش میدیم که توی چه زمانهایی از چه فعلهایی استفاده میکنیم، توی چه موقعیتهایی از نون زدسه ها استفاده میکنیم، وفخاگه ها و و و. خب بیشتر از این دیگه صحبتی نیست، تا جلسه دیگه. چیز بیستان.